میده خودت. سلام جناب آقا اورنگی، روزتون بخیر قربان. خیلی خوش اومدید. مشکور باش. کار تو بکن. سلام. سلام. باز دیگه چی شده؟ سلام آقا. سلام علیکم. یه لحظه دیدم از اینجا دود بلند میشه. همون موقع تماس گرفتم با تأسیسات. خدا رحم کرد کپسولای آتش نشانی رو تازه شارژ کرده بود. از اولش فهمیده بودم که سیما آتیش گرفته و برقا اتصالی کرده. اگه تو فهمیدی؟ خب من قبلا سیمکش بودم. اگه من نبودم که الان کارخونه آتیش گرفته بود. خیلی شانس آوردید. خیلی خوب. برس به کارت. چشم آقا. من بیمه گذار داشتم. از طبقه ششم خودش انداخته پایین خسارت میگیره. ششم. آقا این که 5 تاست آقا. دیگه این 2 تاست خودش. بله آقا. متفتی. بله آقا. همه مدارکشم تکمیل بوده. مدارک پزشکی قانونی، نتیجه بررسی کمیته 3 نفره، رأی کمیته 6 نفره، بازبینی کمیته 9 نفره. اما من محسن برهانی، محسن جناب برهانی ثابت کردم صحنه زنی کرده از بیمه خسارت میکرد. آقا اگه 1% اگه یه دروغی تو این پرونده گفته باشم، خب حاضرم قول میدم آقا سرمو از ته بزنم. آقا کجا رو؟ آقا این سرمو. آه نه نیازی نیست، نیازی نیست، اصلا استرس نداشته باش. الان یه شربت واسط میریزم، شربت آب لیموه. دوست داری؟ خیلی آقا، خیلی عاشقشم آقا. خنکت میکنه. نگران هیچی هم نباشی. مدارک تکمیل منم با تو هم. من با کیم؟ با شما. نه دیگه، با شما دوست عزیز. شما بیا بخور نوش جونت. آقا دست شما در نکنه. آقا این چی بود؟ آقا سوختم. آقا اگه شربت نبود آقا. آره شربت نبود، آمونیاک بود. سلولای بویایی به آمونیاک حساس میباشد، میسوزونه. قرار بود بسوزی، سوختی. بازم آشتی کنونه. آخه دخترم من یه آدم چند بار مجلس آشتی کنون میگیره؟ آخه چه فایده داره؟ اینا خب 2 روز دیگه 2 مرتبه با هم دیگه قهر میکنن. ولی آخه شما هم تنها کسی هستی که بابا به حرفش گوش میده. حالا شما یه دفعه‌م تشریف بیارید. بلکه به خاطر شما بابا کاظم آقا دست از این مسخره بازیاشون بردارن. خدمت پدر عزیزم. شاعران مهندسن. این یه غذای خیلی سالم و مقوی مخصوص سالمندان که تو این کلاس به ما آموزش دادن و شما بخورین، خیلی براتون خوبه. منم دیرم شده باید برم. کجا میخوای بری؟ باز کلاس داری؟ کلاس آشپزی خلاق دیگه، گفتم سرتیفیکیت بین‌المللی میدن. بخورم بلکن بابا، این سرتیفیکیت ها رو میخوای چیکار؟ خیاطی، گلدوزی، نمیدونم شمسازی، کیک‌پزی؟ بلکن، حوصله داری؟ من از کار دستم سردردو میارم. بس جسارت نیست، اما به خاطر مطالعات آکادمیکی که دارن و به خاطر اینکه آخه داری گریه میکنی بابا جونم. خب به من بگو چی شده؟ مادر خدا بیامرزه رفتن. یاد دست باخته؟ آره دیگه، بس یاد چی؟ اینو خوردی یادش افتادی؟
نوشه جونت زود برگردی ها. چشم. اومدی ها؟ بله. شب برش واریز میکنم. باشه قربون تو، خداحافظ. خسته نباشی خانم. درمونده نباشی. زنده باشین. خیار کیلو چنده؟ اونا؟ بله. در هم 25 تومن. در هم 25. یک کیلو خیار، یک کیلو گوجه، یک کیلو سیب قرمز با من زحمت بکشید. بله. اینا بدیم براتون نگه دارن که دست پا گیره. در همه ها. اشکال نداره خودتون بکشید دیگه. باش. یک دو دو سه. تا که به تمنای وصال تو یگانه اشکم. آقا. بله خانم. وسیله کاره ها. میدونم وسیله کار منم هست. منتها واسه من دو سه مدل از برای شما بالاتره. ای پرتقال فروشی؟ نه خانم، من مرغ عزا و عروسی هم. یعنی در زمینه برگزاری مراسم عزا و عروسی صفر تا صد هر کاری داشته باشید من در خدمت شما مؤسسه دارم. این آفرین، پس اکوسیستمی هستی برای خودت. آمپلیفایر 1000. آمپلیفایر 2000. میخواین تست بدم همین الان براتون؟ بده دیگه. بخونم؟ بخون. شاد یا غمگین، یعنی عزای عروسی. حالا با عزا شروع کن تا به عروسی هم برسیم. آی مرهم سین شلغم آمپلیسیلین شلغم شادش کن، شاد کن. خیلی شیرین شلغم به دل میشین شلغم آمپلیسیلین شلغم به دل میشین شلغم. آفرین آفرین، کار درسته. بعدی هستم. بعدی سعدی؟ بله. بریم بعدی؟ ترک بعدی؟ نه ترک بعدی، کارهای بعدی. خواستگاری که عقب ننداختی. خودمو میرسونم مادر من، خودمو میرسونم. آرایشگاهم میرم، گلم میگیرم. این باز میگه تقصیر من چیه مادر من؟ این اولنگیه اولنگی بی وجدان تمام مرغسی ها رو لغو کرده. بابا من فکر میکنم که دیگه وقتشه اختلافات کنار بذارید، بلنشید دوتا باجناق صورت همه ماچ کنین و آشتی کنین. باز میگن اختلاف. آقا من نمیدونم این سوی اختلاف از کجا آمده. ممکنه آقا یه اختلاف سلیقه مثلا مدیریتی تو کار باشه، اونم تو کار طبیعیه دیگه. پس پشین صورت همه ماچ کنین و تمام. ما که میخوایم آقا اینو ماچ کنیم، این آزن جس ماچ بده به ما. پشین. آقا من که اصلا من گفتم ماچ نمیده. من هر کسی که خانمو بگه ماچ میده. پشین. چشم. یعنی آجم شده. پشین. چشم. پشین صورت همو ببوسین و اختلافات که بفرمین. بفرمین. آقا عیبی نداره دست بارتون چیدی نشد که؟ نه من خودم خوش نزدم. بفرمایید شما برین صورتمو ببوسین، من اینا رو حلش میکنم. بفرمایید. خیلی خوب اجازه بده. بله. خاندان محترم کاشانچی، انگلت میاد. خانواده اولنگی عزیز، سالاریای گرامی، محکم سر جاتون بشینین، لیوانه آب رو بچسبین، ما خواهیم هم دیگر ماچ کنیم. بفرمایید. شما خونه رو زیر روی کردی جمشید جان. از روغ ماچ شما دیگه. بفرمایید. با اجازه شما. با اجازه. باشی جالی ما. من صرف هم از نما. بریه بس. بله. جیبی من چی کار داره جمشید جان؟ تو چی کار داره جیب من؟ تو نداره که تلفن بی موقع. چی نمیم باید ببخشیم؟ حالا گوشی خدمتون. چه اختلافی؟ من اختلافی ندارم. آخه بابا کازم چه اختلافی دارم؟ ای بابا کدوم شیر پاش خورده این کارتون خالی گوشته اینجا دیگه اسمت اختلاف نگیری. خیلی خوب باشه، چشم، میام آقا جان، میام. خیلی خوب، بالاخره مدیریت و حساب درد سر دیگه از سایی میرسم. چشم اومدم چشم. جمشید جان میگم اگر مشکلی پیش اومده من در معیت شما باشم، به اتفاق مشکل حل کنیم. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. بله البته به اتفاق میتوان.
اصلا من حرفم یادم نرفت عزیزم. مزاح میکنی جاشو جان؟ یه فکری به ذهنم خطور کرد، حالا که با هم یکی شدیم، دلامون یکی شده، با هم بریم جلو، کارخونه رو ببریم، فقط بازار جهانی صادرات. بسیار خوب، تا این اتفاق بیفته شما خود پذیرایی کن، من برمیگردم. ممنونم از شما. ممنونم. سلام، خیلی خوشحالم که دوباره پیشتونم. امروزم یه غذای فوق‌العاده رو می‌خوایم با هم شروع کنیم به آشپزیش، که متریالش هم خیلی ساده است ولی هم برای بدن خیلی مفیده، هم چیزهایی که داره خاصه و خیلی زود آماده میشه و هیچ مشکلی هم نداره. من هانیه برهانی هستم از کترینگ شالیز. کترینگ چرا اینجوری می‌کنی؟ چجوری؟ با دارم فیلم می‌گیرم دیگه. هر نجام زنده که نیست، من ازدار از این چیزا خواه. این چیه؟ حالا هرچی اینا اسم هنوز برش نزداشتم، اینجوری بدایه داشتم این کارو میکردم، آده خرابش کردی دیگه. خوبی؟ آره، چطور؟ میگم خوبی، آخه این تا حالا تست نشده بود، نمیدونم تأثیرش رو انسان چجوری باشه. آه الان تست شد؟ زنده ای؟ آره دیگه، دارم حرف میزنم، پس زنده. خیلی آقا شای حرف میزنی. محسن؟ آه میگم امشب بابا باز یه چیزی نگه، یه چیزی نشه، بشه دیگه. بابا ببین حله، نگران بابا نموش. ای آره واقعا؟ گیرم بده خودم باش حرف میزنم حل میشونه. واقعا 50% ما حله، میمونه 50% اونا. سبک شد آفیت بشه، سلامت بشه. خیلی تمیز شدیم. نمیدونم چرا آب هی سرد میشد، فکر کنم فیلتره کثیفه. چه خبر از شرکت؟ عالیه، همین روزا ارتقا میگیرم میام بالا. اه؟ خیلی خوب بقید موازه باش که میری اون بالا از اون طبقه شیشه هم یه واقع نیفتی پایین بابا. شیشه همو پسندیده زنگ زده گفته. رفیق همه پسندیده. خیلی بده این اخلاق شما، آلو تو دهنش قیس نمیشه. نمیمونه. چی نمیمونه؟ نمیمونه، آلو رو میگن تو دهنش نمیمونه. چرا نباید بمونه؟ قیس نمیشه. آب دهنش تموم شده قیس نمیشه. نه به خاطر اینکه میگن یعنی حرفو نمیتونه بگه. بابا بس میتونی یا نه؟ بذار با یه لقمه غذا. چرا اصلا نمیخواید بگه امشب خواستگار بیاد؟ چرا اینجوری تو همجوری وایسی داری من نگاه کنی؟ برو. برو یه وقتی تو مرتب بخوای اینجوری هم برو اینا هم جمع کنی بابا، نه خاصا با یه ذره از این بذار بقیه رو جمع کنی خرت پدرو. چرا با شروع باشی؟ چیزی نشده که بچه هم طرف نه شما دیدین نه میشناسین نه اصلا میدونین که چجور بی خودی داریم جدیش میگیریم. باید ببینیم کیه، شغل داره شغل نداره، قبلا ازدواج کرده نکرده، سوء پیشینه، اعتیاد، پولشویی، اینا همه رو باید بررسی کنیم. شما زحمت کشین دختر بزرگ هم واسش مامان بودین هم واسش بابا. چیه؟ چی؟ چه میمون بازی داری؟ میمون بازی داری؟ چشمک میزنی؟ من چشمک نزد، اصلا چشمک برای بیسن میزنم. این چی؟ این چشمک؟ پیاز رفته تو چشمک. پیاز؟ این پیاز که سالمه، کجاش رفته؟ بکن بابا میکروب میگیره. موسی میمونه چی میگم؟ یه امشب خواهشان پلیس بازی در نیاد. این پسره رو اگه فراری بدین نه من نه تو. بابا بذار این پسره بیا ببینیم کیه، راضی میشه دست این دختره بگیره بره من راحت بشم. بابا چرا بابا؟ بابا بعد یه نفت دارم، نفت گرفتم، نفت داشتم به این تو غذاش از این دخدا بیریزه. این میگم نریز، این دخد پدره منه در رو برد. آقا من بی کی بگم آقا؟ عصری شما نمیگفتی غذات منو یاد مادر خدا بیا مرزت میندازه؟ دروغ گفته دیگه. تو چرا انقدر دورویی؟ چه دورویی؟ همین الان دورووازی ها چی بودن؟ میگه بابا مثل همیشه دیر شد. به هیچ گفتی زودتر بیاد گال گزیه رو بچنیم بره پی کارش؟ آره آره. من خانم شب اخبار نبینم کلاهمون تو هم میره ها. من نگران این بچه‌ام که چرا دیر کرده. هی بگو اخبار اخبار، 50 سالی داری اخبار گوش میکنی، کجا رو گرفتی؟ خانم اینی نگو، من خجالت میکشم. اخبار 50 سال پیش با امروز یه چیه؟ خستم اون که بفرما اومد سراغ میزنه. ای جانم سلام آقا جون. سلام آقا. سلام سلام. ببخشید دیر کردم، سر رو مسافر زدم، بعدش هم رفتم یه مفصل لباسامو عوض کردم. ماشاءالله شاد آمد. قربونت برم ماما، قربونت برم. اصلا نمیخواد توضیح بده، ما دیگه عادت کردیم به دیر آمدن شما. باش پس من میرم موتور رو بذارم تو حیاط. آقا جون این چیه سره؟ کلاهه. کلاهه؟ تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. آقا جون من گفتم شلواره، میگم شب خواستگاری من این چه کلاهی سرتون گذاشتن آقا جون؟ اصلا به تو چی مربوطه؟ من پدر شما هستم یا شما پسر منی؟ هر دو گزینه صحیح هست. خیلی خوب، الان از چی بپرسم؟
از خودم بپرس. جواب نده، حرف نزن، رو حرف بزرگترت حرف نزن، رو حرف من حرف نزن، ساکت باش. چشم. اینقدر کلکل نکنیم با هم دیگه، بریم که دیر شد، گل شینی هم نخریدیم. آخ راست میگی، من موتورو میذارم یه ماشین میگیرم بریم. ماشین چی بگیری؟ وانت به این قشنگی اینجا با وانت میریم دیگه. وانت؟ بله با وانت میریم. آقا جون این کله 300 تومن خرج شده، بشینم پشت وانت خراب میشه. آمون بیا پایین شو، شما بیا پایین. آقا جون دروا نمیشه؟ این بر بیا باشون، این بر بیا باشون، این بر بیا باشون. آقا این گل شیرینه رو بگیر، دست درد کنه. آقا جون خسته نباشون، از شما درد کنه. آقا جون فقط من این موهامو درست کنم، 300 تومن خرج این کله کردم. دورش بگردم، شاه پسر. همه به باد فنا رفت. لا حول ولا قوت الا بالله. قربونت برم، قربونت برم، قربونت. خیلی خوب دیگه، تعارف دیگه پر نکن. بفرم بریم. آقا جون والا غیرتن، امشب این کلا رو بردار. بردار شیطانان اهلت الله. بفرما. این چه مدل موی آقا جون؟ به نام چیکار کرده با سره؟ به تو چه؟ نه آخه این جواب منه نده. شش. جواب بزرگتر نده. بالاخره ما نفهمیدیم من پدر شما هستم یا شما پسر منی. ها؟ مادر جو اصلا کار آقا بهنام نبوده که سرش شلوغ بوده رفته یه سلمونی دیگه. آخه همین امشب که خواستگاری منه باید بری سلمونی تو عوض کنی آقا جون. خیلی خوب، اصلا عیبی نداره، من برمیگردم خونه میشینم اخبار رو نگاه میکنم. حالا تمومش کنیم برین دیگه، ناراحت نشو ماما، ولش کن دیگه. حالا کاری که شده بذار کلاهتو بذار بریم. بالاخره ما نفهمیدیم این کلاه بذاریم یا نذاریم. نه بذار که خیلی زایست. بذار آقا تو بذار منم. ادبیاتت خیلی سخیف بودا. بفرمایید درست کنم. بریم این میوه ها مصویی نیست. خواهش میکنم دمتون شیرین کنید. بفرمایید. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، یه منزل خودتون راحت بشید جناب. شما اگه گرمتونی کلاتون رو بردارین راحت بشید. بله خواهش. نه 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 آقا جون سرمایی هستن آقا جون. بس اجازه بدید من کولرم خاموش کنم. نه خواهش میکنم، بفرمایید بفرمایید، من گرمایی هستم. ممنون. بفرمایید. خب شما من از جفتشون ارث بردم، من معتدلم. ببخشید اینجا آب هست، ما آب به دست صورتمون بزنیم؟ از خودتون میخواین؟ نه برای عموم جامعه هم میخوام، برای کشاورزی، نه آبیاری. منظورم اینه که فقط میخواین دستتون رو بشورین یا این... دیگه چی فرق میکنه؟ آخه من... بله بفهمید بالا دستشویی هست. بله نه 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 خواهش کنم بفرمایید، من خودم پیدا میکنم، میپرسم بلدم. خیلی سلام. علیکم السلام. درش الله آقازاده هست؟ نه بابا خدا نکنه، من بچه همسایم، توالتمون فرنگی شده، هنوز قلقش دستم نیومد، واسه همین میام اینجا. راستی آقا جان. جانم چرا آبتون خرابه؟ چیکه میکنی؟ لطفا درستش کن. باشه روز به جانم. برو بابا یه شیرینی بردار به بابام سلام برسون. سلام. سلام عزیزم. سلام. موز نه شیرینی. تو چه؟ دامه تویی؟ آره چطور؟ موزه این بردر زنت باش. حالش بده؟ نه فقط یکم چیز خورده داره. ببین اینجا دست درد نکنی که گفتی اینم جایزه. به مامانت سلام برس. چشم. سلام چی برسونه؟ این یه دفعه تو خودش خراب کنه دفعه دیگه احترام هم میگرم. حسین بچه هست. هانی جان دخترم چای میاری بابا؟ چشم بابا الان میارم ببخشی. خب بریم سر اصل مطلب. بله بله بله. آبا داماد چی کاره هستن؟ کارخونه داره بسنی. ماما آه ببخشید تو کارخونه کار داره. با عزتون من سرکارگر خط تولید کارخونه کاشان چی پلاس هستم. البته تازه سرکارگر شدم، البته بعد از ظهرام با موتور کار میکنم. بیمه مثلا؟ بیمه چی؟ ماترش راستش جون نداری، من خودم هر روز صبح باید هل بدم تا روشن بشه. از پاره وقتتون رو حواس.
دیگه امنیت شغلی نیست این روزا. بله بله پسرم، روز رسون خداست. بله بله، یه نونه خشکی پیدا میشه. مهم اخلاق و سلامت آدم هاست تو این دور زمونه. بله. شکر خدا شکر خدا، کارخونه ای که پسرم توش کار میکنه وضعش خیلی خوبه. بله. ما هم شکر خدا الحمدلله خیالمون از این بابت راحت راحته. ماشاءالله. ببخشید خیلی با موقع زنگ زد. فکر کنم وقت داروتونه. محسن جون یه لیوان آب برش. نه نه زحمت نشیش، الحمدلله من چهار ستون بدنم سالمه. بله. این ساعت رو کش میکنم اخبار میخوام گوش کنم. بی زحمت اون تلویزیون رو روشن کنم. چشم بذارید من روشن. نه 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 آقا جون مزاح میکنن، بفرمایید. میزاسی مجه، من با آقا شوخی دارم. آقا ببخشید روشن کنید شما. شما روشن. من روشن میکنم. خواهش میکنم. حالا یه امشب اخبارو گوش نکن دیگه، تکرارشو میبینی. بابا تکرار چیه؟ چرا آبروی ما رو میبره؟ مجه سیریاله. بفرمایید خواهش میکنم. آقا روشن کن، آقا روشن کن. نه خواهش میکنم. حالا 50 ساله دارید اخبارو میبینی. به کجا رسیدی؟ چی گیرت اومده؟ یه شب اومدی مهمونی خواستگاری. بفرمایید خواهش میکنم. شما خواهش میکنم. بابا سیری آبرومونو نبر، مگر اختلاس کردم؟ مگر دست و جیب کسی کردم؟ میخوام ببینم مملکت چی خبره. آقا روشن کن. آقا مگه با شما نیستم؟ روشن کن. من میرفتم. نیشه تو ببر. بفرمایید. شلو خوشبخت بشید. خیلی ممنون. چشش مثل آهون بشه. ببخشید. بفرمه. بایزه بزرگتر را. خیلی خوشبخت بشید. و اما بشنوید از کارخانه ای که در آتش سوخت. کارخانه کاشانچی پلاس ساعتی پیش تومه یه حریق شد. به گزارش آتش نشانی تهران بزرگ، این حادثه تلفاتی نیز به همراه داشت. مثل اینکه تمام وقتتون اون رفت رو هوا. هنوز میزان خساراتی که در آتش سوزی کارخانه کاشانچی پلاس رخ داده ارزیابی نشده است. هرچند کارکنان این کارخانه در سلامت کامل هستند، اما گزارش ها حاکی از درگذشت جمشید اولنگی، یکی از مدیران ارشد کارخانه در این حادثه است. بله کی؟ باشه بس کن دیگه. سلام جناب برهانی، خیلی مخلصم. خوبین؟ مشتاق دیدار. نخیر آقا نفرمایید، شما مراهمین. قربونتون. بله شما یکی از بهترین کارمندان این شرکت بودین. عجب دورانی بود، چه خوب یادتونه شما. محسنتون؟ نمیدونم، باید ببینم چی میشه. باش 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 خلاص. خسته نباشی، لنگ زدی خودم سر رسون. چی شده ساغر؟ چی؟ چی؟ ساغر چی؟ 10 دفعه بهت گفتم فامیلی من کامل به دوست به برداشتیش. حالا همین گیرت روی چیه؟ مهم خودتی، مهم این همه وجودته. چی شده ساغر؟ رئیس کارت داره. کجا؟ داره صحبت میکنه. آن کسی بیششه؟ کی بیششه؟ من میشناسم، برو کنار. بح بح محسن جون. آقا قربون شما برم، خواهش میکنم. خیلی مخلصیم. محسن جان، آقای عادت. تو این مدت خیلی از شما استفاده کردیم. نه بابا چه استفاده؟ خواهش میکنم. خوبی بدی بی ادبی چیزی از مادی حلال میکن دادا. همه خوبی، همه مهر محبت. خیلی ممنونم. چی شد؟ سفر میری؟ انتقالی گرفتی؟ نه هیچی، ما که اینجا هستیم، فدای تو بشم. آه خب پس این خدافزی حلالیت و اینو باز کی بر؟ دیگه پرور شد. بخموز جان بخم بخم. این همه پرونده اگه منم گم میزدم پر تو پر میشدم. ببینم محسن تو حالت خوبه؟ بله آقا خوبم، خیلی خوبه. بشین. چشم.
ولی به قیافت نمیخوره. آقا خیلی بده. خیلی داغونه. میخوام بگم برای چای بیاره ساغر؟ چی؟ چی چی؟ ساغر چی؟ حالا هر چی. ساغر چی؟ چیزی میخوای؟ نه. میدونی برای چی صدات کردم؟ بله. میدونی؟ بله. کی بهت گفت؟ شاید اصلا باور نکنید ولی من خیلی آدم باوشی هستم. به قیافت نمیخوره؟ بله نمیخوره. به سوابقت هم همینطور. جدیه جدیه؟ خیلی فکر کردم. احساس میکنم تصمیم درستی گرفتم. البته امیدوارم. خیلی نامردی. چیزی گفتی؟ نه. بذار رو راست بهت بگم محسن. این آخرین باری که دارم بهت اعتماد میکنم. با توجه به روحیاتی که از تو سراغ دارم و با شناختی که از تو و خانواده تو دارم، تو مطمئن ترین و کار درست ترین و دست پاک ترین آدمی هستی که میشناسم. رقم این پرونده خیلی بالاست. خیلی. یه بارم که شده محسن به اعتماد من جواب درست بده. آقا یعنی نمیخواین منو اخراج کنین؟ این بارم اگه گم بزنی مطمئن باش اخراجت میکنم. نه آقا خیالتون راحت باشه، من یه کاری میکنم شما از اطمینانی که کردین پشیمون نشین. این پرونده خیلی حساسه، خیلی. خبر آتش سوزی کارخونه رو شنیدی؟ بله. انبار کارخونه کلن آتش گرفته. 200-300 تا کارگر بیکار شدن. متاسفانه مدیر کارخونم تو آتش سوزی جونش از دست داده. گزارش کارشناس آتش نشانی، کارشناس دادگستری. آخه گزارش و کارشناسی نوچ نوچ داره فیچ 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 وسط حرف من. نه نه محسن، این آخری فرصته. کجا رو نگاه میکنی؟ منو نگاه کن. چشم. دست من حرکت میکنه، ای با من راه میری. دیگه هیچ عذر و بهونه‌ای هم پذیرفته نمیشه. چشم. به جان بچم بابات هم زنگ میزنه دیگه فایده نداره، اخراجت میکنم مطمئن باش. این نوچ نوچ داره بفهم. طبقه چهار روم. خدای شکرت، دمت گرم. خیلی نوکرم. میدونی چقدر زحمت کشیدم، چقدر عذاب کشیدم، چقدر بدبختی کشیدم تو این کارو گرفتم. چی؟ باهم سفارش کرده، باهم سفارش کرده. برای خودم که تلاش کردم نگردم. با این فرق میکنه با اون دیگه، این دوتا با هم فرق میکنه. نو کردم، جبران میکنم، جبران میکنم. تو این پرونده رو سفیدم کن، من سر کارم بمونم، جبران میکنم. ببین منو، ببین، ها. آخ آخ. سلام. از کی تا حالا اینجا این؟ یه ساعت. چی شنیدین؟ ما چیزی نشنیدیم. کارتون چیه؟ سپه جانم کجا اینه بل کردی؟ رفتی آبرو داری کن؟ رفتونم نمانه میخ. بفرما اینم میخ. بفرمایی دیگه چی بود؟ اینم چند کش بچست بود؟ چشم بچست بود بابا جان؟ دست به جان بود خدا بیمان سر بود. خدا بیمان سر بود. خدا بیمان سلام. سلام عوش کنم بزرگ ما بود. بیشا دست به جان. دست به جان. این چیه؟ تمجیدی؟ نگفتم سالاری به چسبونی؟ آدم بود، خدا رحمت کنه. چه خاطراتی با هم داشت. روحت شا. سلام علیکم. خیبا سلام علیکم. احوالشو ببخشید. خدا رحمت کنه. خدا کروبشید. حال شما. زنده باش. وای چه زحمت کشیدی. خدا رفتگانتون رو بیاموزه. باشو باشو. خسرو. خانمو. خدا رو شو زنده ای. میکنم شما برم از خود رفتی. خیالم راحت شد. خدا. آقا قدم نورست. ببین حواس منم پرت میکنی.
نثار تازه گذشته صلوات بفرستیم. دخترم چند بار به شما گفتم این عکسو عوضش کن، این عکس مناسب این مجلس نیست. از صبح تا حالا چند نفر زهله ترک شدن، یعنی بابای شما یه عکس تکی نداشت؟ نداشت خانم، نداشت. فقط همون عکس مناسب، بقیه عکساشون همه عکسای دوتایشون با مامانه. یعنی عکس کارت ملیشونم همینجوری دوتایی با هم بودن؟ از بس که بابای من با محبت بود، خاله میدونه بابای من مرد خانواده بود. یه عکس پرسنلی هم نداشت؟ پرسنلی نداشت، فقط سلفی میگرفت خدا بیامرز. نبایی این عکس از کجایی؟ فتون وسط چخصیش. نبایی این روما مشکمش بود. نه نه این خودم تربیه کرده. ببینم این کاظمه؟ نه 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 کاظم که منم. این جمشیده که به رحمت خدا رفته. جمشید؟ ببینم این کیه من میشو؟ دوماد برادر خدا بیامرزتون دیگه. آها آها خدا بیامرزتون. خیلی لا اله الا الله. کی وسط این عزاداری این آهنگو گذاشته؟ دونم شاید یکی از همسایه هاست، برن بگم آقا ما عزاداریم رعایت کنید. بله بله. پوش ناهیده پرسی کنه چزوندن اومده ما رو به چزونه. جمشید جان اون کیه؟ این خواهر کاظم خدا، خواهر جمشید خدا بیامرزه دیگه، ناهید خانم. بس کن آقا. محشید خانم این چه کاریه؟ شما عزاداری شما پدرت از دست دادی آخه. برادر جمشید برادر ایشون. خب برادر آقا به درد برادر مرده را برادر مرده میدانم. خدا رحمت کنه آقای کاشان چی بزرگ، چی از همه بیشتر دوست داشت جمشید من، سر سالش داشت شده اومد پسیشو گره برش داشت کن. ای بابا ناهید جا ما عزاداریم، نمک به زخم ما نپاش فدات شم. خانم من سر از کار شما در نمیارم، این چه معرکه ایه؟ تا اونجا که من خاطرم میاد تو اینجور مجالس بعضی خطابه قرآنی تلاوت میشد. آقا بفرما برو استخبار کن. چشم اونم به موقعش. آقا کازه بذار یه چند تا دونه ترک پخش بکنه این جست جگر منو در بیاره.
یه سر زج مویه بکنه ما. قاری سفارش دادم در حد بین المللی، در حد عبدالواسط، تو راه اونم میرسه. جناب سعدی؟ بله خانم. بزن ترک بعدی. خدا حافظ. خدا آقا جان من بس کن آقا، خاموشش کنونه. جمشید خدا حافظ. آخ همین دیروز بود به من زنگ زد، اصرار خواهر بلندشو بیاد. گفتم نه برادر، بیام چی کار کنم؟ بو بیا من تنهام، نگارم تنهاست. این چهار سمای آخر عمرو بیام بر دل خودم، بیام دو دونگه این کارخونه رو حداقل به نامت بذارم بردار برو. گفتم نه. گفتم نه. آخ دادانگه یتیم، بزن تو، نزن تو، بزن. دادانگه یتیم خوردن نداره، آخ دادانگه یتیم بردن نداره. بابا نمایی نیستی بمیرم الهی داداشم. خدا رحمت. فهمیده بود رفتنی. من بچه بودم، نفهم بودم، نفهمیدم. سعدی. بله خان. ده بزن بعدی ده. بس کن عزیز من آقا، بس کن. گربه که جوجه هامونو نبرده که. بابا این خونواده یه آدم بزرگ شاید دست داده. آقا سعدی. من نرفتم بعدی خونه. از کی رفت بعدی؟ بله بفرمایید، خودم هستم. چی؟ سردخونه؟ وای یکی منو بگیری. نثار روح تازه گذشته صلوات.